خب ما بارها میشنویم که آی اروپا دموکرات همه دارن توی اروپا و آمریکا و کانادا و اینا دارن زندگی میکنن لذت میبرن از زندگی آقای امید دانا تو که انقدر گیر میدی مثلا اینجا مشکل داره در اروپا و غرب اونجا داری آزادانه اسلام هم نقد میکنی باید کاری ندارن و مسائل انقدر سطحی میبینن ولی حقایق اروپا و غرب رو نمیبینن ما در اروپا یک معقوله ای داریم به نام ترور دموکراتیک و دموکراسی معقوله بسیار خطرناک تر از حکومت دیکتاتوری نقشی که امروز رسانه ها و گفتمان دموکراتیک داره بازی میکنه در چارچوب رسانه ای اون رسانه نقشی که در حکومت دم که اتفاقا بستری که برای خشونت درست میکنه رسانه در گفتمان دموکراتیک در حقیقت نقشی است که خشونت فیزیکی در حکومت های دیکتاتوری بازی میکنن و به مراتب خطرناکتر به مراتب خطرناکتر یعنی شما با یک حکومت دیکتاتوری مسائل شاید بهتر بتونی بفهمی درک کنی و بتونی مقابله کنی ولی در هم... حکومت دموکراتیک به قول این جمله از آقای خامنه ای وام بگیرم که یک حمله شیمیایی است که اصلا نمیفهمی چه خبره یعنی شما خطر اتفاقا حکومت های دموکراتیک چیه شما سی سال در این کشور را زندگی میکنی و نمیفهمی چه بلایی سرت اومده باور کنید این چند سالی که ما برنامه ساختیم انقدر ایرانیایی دیدیم بعد از سی سال 20 سال زندگی در اروپا میگن ببین ما همیشه یه احساسی میکردیم یه یه چیزی نادرسته تو قرب ولی حتی به خودمون این جرأت نداده بودیم تو ذهن خودمون این قضایی رو فکر کنیم ولی دمت کم تو اومدی گفتی و الان همه رو قبول داریم اونایی که زندگی کردن در غرب خیلی هم قبول نمی کنن. چون ببینید ما به قول فکر میکنم اینو ولتر گفته اگر اشتباه نکنم یک جمله معروفی داشت که آقا همه انسان ها رو برای یه مدت میشه گول زد یه دارن تا آخر عمرشون میشه گول زد ولی همه رو برای همیشه نمیشه گول زد خب یه ادنم که در غرب زندگی میکنن حرفای ما رو اینا در حقیقت دارن یه بچه کوچولو دارن لجبازی میکنن یعنی قبول دارن ولی دارن لجبازی میکنن در بحث بیرون همه میدونن این حرفا این حقیقته همه شون میدونن من دیروز منم یه پستی گذاشتم اینا مقدمه است تا بریم اصل داستان ببینیم که یه گروه سویدی رو چجوری ترور دموکراتیک کردن به نام گروه دیسک اندوم حالا براتون خواهم گفت دیروز یه پست گذاشتم که زن آقای ابی محشید خانوم برای عمل کلیه بلند شده رفته تاجیکستان یا مادر آقای فخرآور هر سری عمل داره همین امیر فخرآور که حرف مفت زیاد میزنه نوکر بیجیر و مواجه به آمریکا البته نمیشه بگیم زیاد بیجیر و مواجه بعضی وقتا بودجه خیلی کمی گرفته ولی نه در سطح مثلا افرادی چون مسیح و اینا خیلی با لول پایینتر تونسته بودجه هم بگیره همین آدم که هر روز فوش میده به خامنه ای و حکومت و جمهوری اسلامی مادرش ببخشی در چند سال گذشته چندین بار بلند شده رفته ایران این هم اطلاعات مخفیانه من نیست که بگم برید شما اینستاگرام برادر آقای فخراور رو نگاه کنید آرش فخراور هر سری مادرش میره ایران ایشون عکس میذاره با مادرش و میگه که مادرجان در ایران داره با داداشش هم با آقای هم صحبت میکنه عکس میگیره و میگه مادرجان در ایران برای عمل اومدن عمل جراحی اومدن یعنی هر سری چیزی هم نبوده که من میگم اطلاعات یواشکی یا خانم محشید که بلند شده زن آقای ابی رفته تاجیکستان این مسئله نبوده من یواشکی بفهمم که اصلا تلویزیون تاجیکستانم بیچاره بیچارا اونا هم یه جورایی احساس ضعف دارن اومدن مصاحبه کردن با محشید خانم خب ما اینو دیروز پست گذاشتیم و ببینیم مغز چقدر باید استعماری باشه چقدر انسان ها باید حقیر باشن خیلی برای من کامنت گذاشتن و من خب من کامنت بزید نمیرسم واقعا ولی خب کلی میذارم تو برنامه جواب میدم که یک کاسه بشه نوشتن که آخه توی ایران و توی مثلا تاجیکستان اینا عمل جرایی حالا به ویژه در مورد ایران بحثمون بود عمل جرایی خب قیمتش به دلاری که شما میارید ایران خیلی ارزونه فدای تا بشم من نگفتم اومدن عمل زیبایی کنن در اروپا و کانادا به ویژه کانادا و اروپا حالا آمریکا رو زیاد یه خود فاکتور میگیرم ولی در کانادا و اروپا اگه شما شهروند این کشور باشی به جز عمل زیبایی و به جز حالا توی اروپا تا نصف خدمات دندان پزشکی رو بهتون میدن ولی در کانادا خب کمتر ولی به جز عمل زیبایی تمام مشکلات شما رایگان اینجا انجام میشه بحث بر سر کیفیته یعنی وقتی میگم خانم محشید خانم زن ایبی چون پاسپورت سوئد داره ایشون و پاسپورت آمریکا و در اسپانیا داره زندگی میکنه اتفاقا بیمارستان های اسپانیا اتفاق اونی که حالا شما همیشه شنید توی تو فیلمامون هم میبینید بیمارستان های آلمان خب مثلا خیلی معروفه بیمارستان های اسپانیا از آلمان هم قوی تره و خیلی جالب شما اگر مثلا شهروند اروپا باشید تمام بیمارستان های اروپا شما میتونید رایگان برید یعنی الان که پاسپورت سوئد داره یا من پاسپورت سوئد دارم اگه اسپانیا فرانسه آلمان هم برم پزشک رایگان در میاد تقریبا ایشون عمل کلیه داشتن رفتن کلیهشون عمل کردن در تاجیکستان بحث کیفیت بیشتر ایرانی ها اینجا بالا ولی مغز استعماری ما چیه سری میخوایم توجیه کنیم آقا نه میدونی چرا اینجا قیمتا نسبت به دلار آمریکا بابا میگم رایگانه ولی پول سفر رو داده میاد ایران و اونجا عمل میکنه عمل زیبایی نیستش که تا بخوای بگی قیمت پایین یعنی تا که مثلا اروپا رو ندیدید یا اگه اروپا زندگی میکنی عمومنتون واقعا زندگی سختی دارید مثلا دارید با منی مقابله میکنی که من ده سال دارم کشورهای مختلف زندگی میکنم میرم میگردم با من داری چیز میکنم بعد من اهل مطالعه هستم دارم بررسی میکنم خب اینا رو بزنم که اینا حقایق اروپاست اینا حقایق اروپا است که شوربختانه مقصه های استعمالی و انگل زدگی ایرانی میان توجیح میکنن و من واقعا موندم که این پیاده نظام شدید حمایت از قرب واقعا به آدم فشار میاره یعنی ماها در درجه اول در این دیوی سال خودمون خودمون رو فرید داریم اما واقعیت در کشور اروپایی چیه؟ خب ما اگر ایرانی میهن پرستی داشته باشیم یا اهل تفکر داشته باشیم یا نه من اینا رو میگن تو کشور خودشون من چون در سوئد خب زندگی کردم با جریانات سیاسی سوئد خب بهتر آشنا مثلا آلمان و مثلا نروژ و اینا رو کمتر آشنا چون زندگی نکردم ما در سوئد جریانات ملی گرا و ضد همجنس گرایی ببینید نه که ضد همجنس گرایی باشن ضد تبلیغ همجنس یعنی ما الان جریاناتی داریم در مثلا سوئد میگن آقا شما دارید پدر خانواده رو در میارید با تبلیغ اینکه برو سگ نگهدار با تبلیغ اینکه برو گربه نگهدار حالا اینا که بود الان در یک دهه گذشته یا حداقل میتونیم بگیم از دو دهه گذشته شروع شد در یک دهه گذشته به اوج رسید چون تا دو دهه گذشته باز تو بخش سینما بحث همجنسگرایی مطرح میشد در یک دهه گذشته اینو کشوندن به خیابون‌های اروپا و غرب که آقا تبلیغ همجنسگرایی به بهانه و در پوشش حمایت از حقوق همجنسگرایان انجام بدید نیروهای زیادی هستند در اروپا که میگن آقا جان نه تنها همجنسگرا حقوق دارن همه جانداران حقوق دارن چه ربطی داره ولی شما با این مراسمی که حالا توی سوئد بهش میگن پراید در مراسم پراید شما در حقیقت دارید چیکار میکنید دارید تبلیغ همجنسگرایی میکنید شما دیگه مدافع حقوق همجنسگرا نیستید شما دارید مبلغ همجنسگرایی هستید خب یکی از این گروه ها یه سری جوان بودن زحمتکش به نام نوردیس اوندوم خب اکساشون رو نشون بدم اینا هر سال موقعی که مراسم همجنسگرایی بود بلند می شدن و این پارچه رو می بردن اونجا و می گفتن آقا خانواده باید مورد حمایت قرار بگیره و در این عکسی که می بینید خیلی جالبه اومده یه خانواده ای رو کشیده که دوتا بچه شنو چطر بالا سر بچه و خانواده گذاشتن پدر و مادر خانواده که داره این رنگین کمان که نماد همجنسگرایی هست و روی سر بچه هاش گذاشته که مثلا اینا همجنسگرا نشن چون الان شما نمیدونید یه چیز عجیبی است توی مداره توی مهد کودک در سوئد دارن تبلیغ هم جنس میکنن به بچه مثلا 8 9 خانم معلم ریاضی تو سوئد بود افسردگی گرفت سر این رفته همسر من توی مدارس سوئد تدریس کنه که آقا دو به دو میشه چهار این اعمال اصلی مثلا ریاضی اینه بعد بریم گفتن نه تو برای بچه بپرسی که تبلیغ کنی دموکراسی چیه و از بچه جنسیتت چیه اصلا آدم شکه میشه به بچه بچه میگه آقا اگه دختره میگه من دخترم میگه تا کجا میتونی دختری ما هفتاد مدل مسئله جنسی داریم والا ما فکر میکنیم یا زنیم یا مردیم حالا اینجا بحث هورمونا بالا پایین هست یک مقدار بحث که میگیم حالا هورمون یا خود این ور اون ور یا نهایتا یه چیزی داریم به معقوله مثلا دو جنسه یا مثلا فلان و ترنس و اینا این چند تا این مورد 70 مدل دیگه خبر نداشتیم ولی توی مدارس بچه 8 9 ساله میگن 70 مدل ما مثلا چیز جنسی داریم خب این گروه نوردیس اوندوم در سوئد میومد مخالفت میکرد البته به ملی بود بحثش هم این بود که آقا جان مهاجرت پذیر نباید باشیم و اتفاقا یه دیدگاهشون هم درست بود بیچاره میگفتن آقا شما جنگ را نندازید تو خواهر میانه نه این ها با مجبور نشن مهاجرت کنن یعنی حمله به حکومت خودشون هم میکردن و میگفتن که اگر مثلا کسی هم نیاز داره مثلا مثل سومالی بحث خوشسالی ایناست ما پول جمع کنیم خرج کنیم تو سومالی دلیل نداره دیگه این بالانشه بیاد تو اروپا اینا دیدگاهشون این بود یه جاهایی هم البته بگم صد درصد انحرافاتی تو اندیشهشون بود ولی ببخشی در برابر دولتشون و خیلی جواب و جریانات دیگر نه خیلی حرفاشون درست سر بود خب این ها ده سال فعال بودن عکساشون رو نشون بودن هر سری میرفتن پلیس بهشون حمله میکرد اینجا الان عکس انداختم خیلی ها. شبکات اجتماعیشون رو بستن حق اینا نداشتن شبکه اجتماعی داشته باشن نزدیک به این پلیس اینجا رفته مثلا داره ازشون عکس میگیره بعد پلیس اینجا بهشون حمله کرده بهشون خیلی چیز بود بعد حالا داستان ها زیاده این یکی رهبرانشون بودن دو تا جوان بودن رهبرشون بودن این یکیشون بودن بارها اینا رو توی مرکز شهر در سرگلتوریت منتوریت و آره دقیقا در منتوریت یه بار دیدمشون دیدم که در تظاهرات گذاشتن یه بار در سرگل نمیگم کاراشون همه درست بود ولی میخوایم بدونیم که دولت‌های های غربی خیلی مخالف دارن و اینها گروهی بودن ضد حکومت سوئد یعنی میگفتن آقا حکومت سوئد با فروش اسلحه و غیره و غیره باعث یک سری سیاست ها شده مهاجرت پذیر شده داره قانون خانواده رو نشانه گرفته این حرف این بد من. حرف من نیست ها. حرف ایناست خب من یه چیزی رو در سایتشون پریشب دیدم که خیلی خیلی ناراحت شدم خیلی به هم ریختم نمیدونم دوستان در سایت توییچ دارن دقیقا دقت میکنن یا نه قشنگ اینا نگاه کنید نه اگه جمهوری اسلامی و خیلی هوشمند باشن رو این قضایی ها میدن و مسئله ای رو دیدم بسیار تکون خوردم و دیدم که اینها بیانیه ای رو در سایت خودشون منتشر کردند که دارید میبینید و نوشته بسلوت یعنی ما این حزب و این گروه رو داریم میبندیم و تصمیم گرفتیم به سلوت که تصمیم گرفتیم این گروه رو ببندیم و من مقاله رو براتون ترجمه کردم که براتون بخونم تو این برنامه و میگن که کار ما تموم شد نه نذاشتن ما کار بکنیم و نکاتی رو در این مقاله اشاره کردن که با هم میخونیم که تکونتون میده از فساد گسترده در حکومتهای قرب و اینها همهشون بچه سویدی هم. یعنی پدر در سوئدی و ملیگرای های سوئد هستند که جلوشون رو گرفتن بخونیم میگه که ما تصمیم گرفتیم سازمان را منحل کنیم زیرا شرایط یعنی این سایتشونه برید نگاه کنید دوستان سایتشونه برید تو سایتشون نگاه کنید میگه ما تصمیم گرفتیم سازمان را منحل کنیم زیرا شرایط ادامه عملیات را مسمر سمر نمیدانیم با این حال ناگفته پیداست که یک ایده یا یک سازمان نمیتواند بمیرد حق مردم ما برای آزادی و آینده با عزت غیر قابل بازگشت است بچه های سوئد که امروز شما در تمام آمار بخونی سوئد دموکرات و آزادترین کشور روی کره زمینه این بچه ها دارن میگن حق مردم ما برای آزادی و آینده با عزت غیر قابل بازگشت هستن میگه ما این دیدگاه رو میخوایم ما دنبال آزادی و عزت هستیم که در سوئد نمیبینیم در دولت سوئد و حکومت سوئد اینو نمیتونیم جستجو کنیم این سخن یه عده مهاجر رفته به سوئد نیستا این سخن سوئدی های اصلی اصلی یعنی سوئدی های حقیقیست. نه سوئدی های حقوقی من سوئدی حقوقی هم. من حقوقا سوئدی هستم این بحث سوئدیای خونیز ژنتیکی است. در از آزادی میکنیم میگه آزادی وجود نداره در سوئد. میگه حالا ادامه گوش کنن عزیزانی که میگن در ایران خفقانه گوش کنن که در تمام دنیا حکومت ها با مخالفین خودشون این کار میکنن تازه این مخالفینی که میگن آقا خانواده رو را نابود نکن آقا تبلیغ همجنسگرایی نکن آقا همجنسگرا اگه کسی از تو سوئد قدمش رو تخم چشمون همجنسگرا گرا آقا بدن خودشه والا مثل خیلی بخشی از این رضا بازامون هم چون اینجوری هم بره هر کاری دوست داره با تن خودش بکنه هر کاری اصلا هر چقدر دلش میخواد هر کاری دلش میخواد حالا ادامه نمیدم هر کاری دلش میخواد بکنه اما تبلیغ نکنه تبلیغ دیگه چرا میکنه مگه ببخشی الان مثلا من علاقه دارم مثلا به همسرم یا اون یکی علاقه داره به اینکه با دوتا تا بخوابه یا هر کی علاقه خاصی توی رخت خواب داره باید تبلیغ کنه تبلیغش دیگه چیست آره حق داره زندگی کنه تبلیغ ولی نکنه این بچه ها اینو میگه شما با تبلیغ داری قانون خانواده رو در سوئد از بین میبرید خب این بچه‌ها رو ببینید چیکار کردن که اینا مجبور شدن خودشونو چیکار کنن منحل کنن افرادی به شدت مبارزا خیلی مبارز بودن یعنی حسابی هم این ها کتک میخوردن از چپ کمونیست از هر سری تظاهرات میومدن حمله میکردن آقاین واقعا چماقداران دموکراتیک با چماق دموکراسی اینا چماق فیزیکی البته میگرفتن این بچه ها رو کتک میزدن میگفتن ما دموکراتیم شما فاشیستید و جالب بود با ابزار کاملا خشونتبار این بدن خدایی که بهشون میگفتن فاشیست رو کتک میزدن میگه که پس از گذشت نزدیک به ده سال فعالیت پیشگامانه ایده های نوآورانه و نوآوری و اقدامات مبهوت کننده زمان آن رسیده که این فصل پایان یابد ما در ده سال گذشته با افتخار و عشق به همه کسانی که همراه ما هستند به موفقیت های بسیار اما با کمترین منابع دست یافتیم چون هیچ بودجه دولتی که نداشتن تازه جلوشون رو گرفتن میگه حاکمان سوئد اینا سخنگوی نوردیس اندوم سوئد داره میگه میگه حاکمان سوئد از موقعیت خود برای سکوت وحشت و تعقیب استفاده میکنن حکومت سوئد رو اومد محکوم کرد که آقا شما با موقعیت با قدرتی که داری با قدرت نظامی و قدرت قهریه که دستته داری برای سکوت ما وحشت و تعقیب استفاده میکنی خب این ببخشید اینو یک جریانه مثلا 14 نفر عقب افتاده که تو ایران علی آقای خامنه بیانیه دادن ننوشتن و اینو بچهای ببخشید خوشفکر سوئدی نوشتن این سرکوب علی هر کسی که فساد موج خشونت مهاجرت گسترده و تبلیغ همجنسگرایانه و انحلال اخلاق را زیر سوال ببرد به کار گرفته می شود میگه خشونتی که حکومت سوئد داره به کار میگیره برای کسانی نیست که مخالف همجنسگرایی و مخالفت انحلال اخلاق هستن میگه اینو به کار میگیره فعالان ما از شغل خود اخراج می شوند بچه های نوردیس اون ما از شغلاشون اخراج میکردن به خاطر که اینا میگفتن آقا همجنسگرایی رو تبلیغ نکنید در کنارش هم میگفتن آقا کشورهای دیگر رو بدبخت نکنید که مردمشون بیان اینجا مهاجرت این حرفشون این بود میگه اتحادیه از نما... میگه که فعالان ما از شغل خود اخراج میشن اتحادیه از نمایندگی آنها امتنا میورزد مثلا یعنی چی یعنی الان مثلا ساوه یه دونه مثلا فروشگاه زنجیره ساندویجه شما مثلا میتونی بری مثلا یه سرمایه بذاری نمایندگی اینو بگی را بندازی اگر عضو نوردیس اوندون بودی اتحادیا به نمایندگی نمیدادن که شغل بتونی ایجاد کنی خب. میگه در حالی که افراتیون چپ و افراتیون دموکرات دستشان باز است تا به آزار و اذیت ما بپردازن میگه ما اذیت آزار بخونید میگه تقل آقا اینجا رو داشته باش آقا اینا جنبش سبزی بیشتر میتونن دقت کنن میگه تقلب در انتخابات سوئد بسیار گسترده است تقلب در انتخابات سوئد بسیار گسترده است ما در دادگاه های سیاسی محکوم میشویم اجازه اجاره محل نداریم آقای نوریزاد شما که الان در ایران راحت هم میتونی خونه اجاره کنی در همین حکومت آخوندیست در همین حکومتی که ادعای دموکراتیک نداره در همین حکومتی که خیلی از روشاش دیکتاتوریه شما میتونی خونه اجاره کنی ولی بچهای نوریس اوندوم نمیتونستن یک دونه خونه اجاره کنن حتی میگه بانک ها حساب های ما رو بستن حساب های پولیشون هم بستن آقای نوریزاد خیلی از عزیزانی که مخالف جمهوری اسلامی شما اتفاقا نه تنها در یک بانک در ده ها بانک شما میتونید حساب داشته باشید برای آگاهی خیلیا بگم حالا اینا که سیاسی بودن بانکاشونو بستن شهروندان عادی هم در سوئد بیشتر از یک حساب نمیتونن داشته باشن بیشتر از یک حساب بانکی خیلی میگم شکه میشید شما در ایران مثلا میگی آقا بانک سپه بانک ملی بانک تجارت سه تا چهار تا جا مثلا میتونی بری حساب باز کنی در صورت شما بیشتر از یک حساب بانکی نمیتونی داشته باشی خیلی حرفه پول هم یه ذره زیاد باشه تو حسابت ازت میپرسن این پول چرا تو حسابته میگم پول زیاد مثلا در حد 2300 میلیون تومان ایران تو حسابت باشه بانک ازت میپرسه خب نه بیشتر از ده میلیون تومن پول نقد بخوای ببری بدی توی بانک پلیس میاد میگیرت میگه این ده میلیون تومن رو تو از کجا آوردی اینا سیستم های آزادی در غربه آقا اینه که دنبال غربید گوش کنید البته اونایی که تو غرب زندگی میکنید نفهمیدید که شما نفهمیده بالاخره از دنیا میرید ولی گوش کنید اینا باعث چیزای خیلی وحشتناکی میگه بانک ها حساب های ما رو بستن یک مکالمه ساده در یک کتابخانه منجر به برچسب زنی و ترد ما می شود میگه تو کتابخونه هم میشینیم با یه نفر صحبت میکنیم سریع تا میفهمن مال نوردیس اندومیم رومون برچسب به مثلا نجار پرست و فلان و غیره میزنن چرا چون مخالف اینه این که تبلیغ مخالف همجنس گرایی نیست کنید مخالف زندگی کردن همجنس نیست کنید مخالف تبلیغ همجنس یعنی میگن برچسب میزنن به ما میگن نجات پرست فلان اینا پدرمون رو در میارن خب حالا ادامه میگه تردمون میکنم فلان میگه دستگاه قضایی برای تضعیف جان و مال ما فعالان نوردیس اوندوم اقدامات غیر قانونی میکنند میگه بیایید روشن باشیم سوئد امروز نه دموکراسی کارآمدی دارد و نه از قانون درستی برخوردار است آقا اینا این بچه ها دارن میگن آقا اینی که خیلی جالبه من این حرفا رو میزنم برخی از این ایرانیایی واقعا حقیر و مغز استعماری سوئد خیلی عالیه خوشت نمیاد برگرد ایران ها. اینجا میمونم که جون شما بالا بیاد که اینا رو بیام رو کنم اگه ایران بودم که من نوردیس اوندوم نمیشناختم الان برنامه بهش داشتم اینجا هستم که اتفاقا کارمو بکنم تو ایران هم خب به خاطر دیدگاه ضد اسلام هم اینا نمیتونم برم ولی اصلا من باید اینجا باشم پدر صاحب بچه شماها رو در بیارم که اینا رو بگم ولی خود جوان سوئدی داره میگه که بیایید روشن باشیم سوئد امروز نه دموکراسی کارآمدی دارد و نه قانون درستی برخوردار است مخالفانی که علیه رژیم کار میکنن با تمام امکانات با تمام امکانات موجود سرکوب میشوند رژیم منظور جمهوری اسلامی نیست منظورش رژیم دموکراتیک و سکولار چی الان میگن الان عموم سیاسی ما میگن که آقا سکولار دموکراسی راه علاج ایرانه منظورش در مورد حکومت سکولار دموکرات سوئد ما دیگه بالاتر از سوئد حکومت سکولار دموکرات نداریم توی انتخابات آمریکا میگن آقا سطح زندگی و سیاسی رو میخوایم به سوئد برسونیم سوئد اولگوس برای تمام دنیا ببین اینا چی میگن میگن بیایید روشن باشیم سوئد امروز نه دموکراسی کارآمدی داره نه از قانون درسی برخورد است مخالفانی که علیه رژیم کار میکنن منظورش رژیم سوئده با تمام امکانات موجود سرکوب می شوند فعالان ما که میخواهند در چارچوب اندیشه خودشان را تبلیغ نمایند مورد اذیت و آزار وحشتناکی قرار میگیرند. گیرند توسط طبقه سیاسی فاسد اداره می شود گوش کن آقا که میگی آقا فقط در ایران ما سیاست مداره فاسد داریم گوش کن و الگو هم قرار میدی سوئد و اینا میگن سوئد توسط طبقه سیاسی فاسد اداره میشود که با فروپاشی کشور خود را پولدار میکنن حالا اینا میگم خیلی جالبه این مغز استعماری که تا دیروز از باستان غربی ها میخوردن سری میگن آقا ما چیکار داریم به غرب خودمون باید درست باشیم ما همینو میگیم میگیم شماها پدر این مملکت رو دو قرن درآوردید هی فرنگ فرنگ میکنید حالا که الان میزنیم تو دهنتون با سند در میگردید ما چیکار داریم به غرب خودمون درست بشیم حرف حساب ما هم همینه چیکار داری به قرب خودت درست بشه ولی چون دو قرن پدر ما ملی و یا نو پدر ما هایی که دیدمون به داخل در آوردید هی غرب غرب میکنی میگم بیاین هم گروه های سیاسی خودشو ببرید دیگه دهنتون ده ببرید ادامه هم با ناراحتی و هم با غرور تصمیم میگیریم به خدا بغض میکنم چون این بچه ها رو 7 سال من میشناسم در سوه. یعنی چنان به خدا اگه دغدغه داشتم در مسائل اروپا هیچ وقت خب زیاد نرفتم نزدیک بشم دغدغه داشتم حتما میرفتم ولی آدم واقعا بغض میکنه که این بچه ها با پول خودشون نمیدونی چه زحمت هایی کشیدن تو سوئد با پول خودشون رو پای خودشون این کارا رو میکردن اینقدر اذیتشون کردن یعنی یک ذره شما در وجود روحیه آزاد خواهی داشته باشی اینا بعد مورد حمایت قرار می گرفتن و این گونه این بچه ها هم هم جوون و ب... ببینید با پولای تو جیبی خودشون با هم دیگه جمع شده بودن اینجوری ازه چقدر اینا کتک خوردن چقدر کتک خوردن حال چقدر بازداشت شدن دوستا تا بچه هاشون رهبرشون بودن این ها همش تو پلیس بازداشت بودن هم با ناراحتی و با هم با غرور تصمیم میگیریم تعطیل شویم غم و اندوه دیگر نیست بلکه غرور است میگم چون اینا رو من هفت سر میشناسم یه خورده احساساتی شدم این رو خوندم بلکه غرور است که پرچم را در شرایط خفقان بالا نگه داشتیم و با روحیه مقاومت به آن رسیدیم و بسیاری را در جهت مثبت شکل دادیم اینو راست میگه اوایلش که هفتش نفر بودن به خدا روزای آخر که من اصلا خود خیلی برام جالب بود که اینا دیگه رسیدونم به 300 نفر اینا اولش با هفتشت شروع کردن ده سال پیش ولی این اواخر به نزدیک 300 نفر رسیده بودن با آن رسیدیم و بسیاری در جهت مثبت شکل دادیم این ده سال دوستی نوآوری اشک و شادی است که ما پشت سر میگذاریم و با گرمی به یاد میآوریم با تشکر از همه کسانی که در این سفر بودن بعد یک شعر سوئدی گفته و جمع کرده این حقایق مخالفین دولت های اروپایی است اینو من میشناختم براتون باز کردم این بچه ها رو بانکشون رو بستن کتکشون زدن زندانشون انداختن و این بچه ها تا آخر شجاعانه وایستدن و خب دیگه بریدن دیگه دیدن نمید راهی نیستش دیگه خب هر کسی یک جایی در چارچوب مبارزه میبره مجبور به مهاجرت میشه شما فکر کنید اگر یک زمانی در ایران حالا اونایی که به من میگن آقا غرب انقدر آزاد هست که تو در مورد اسلام حرف بزنی من دارم به فارسی و در مورد ایران صحبت میکنم نه در مورد غرب تازه دارم به فارسی اجرا میکنم و شما مطمئن باشید همین بچه‌ای که الان در سوئد الان جلوشون گرفتن خب جمهوری اسلامی هم میتونه فضای اگه شعور داشت جمهوری اسلامی در این در جمهوری اسلامی هم فقط یک نفر دیدم که چنین شعوری داره اونم نادر طالب زاده بود یک آدم بلند شد رفت آمریکا کلی از نیروهای امنیتی آمریکا کلی از ارتشیای آمریکا کلی از تمام این پژوهشگران و پروفسورها در چارچوب حوزه سیاسی آمریکا که استاد دانشگاه بودن پیوستن به آقای نادر طالب زده و اونا دفاع کردن از آقای خامنه در خاک آمریکا میگم نیروی امنیتی سابق آمریکا حتی در سی ای حتی در ارتش آمریکا اینا اونا پیوستن به آقای نادر طالب یعنی در ایران من فقط یه نادر طالب دیدم که با آگاهی کامل رفت آمریکا جارو زد کلی از نخبگان آمریکا رو در دفاع از آقای خامنه ای و سیاست های غلط خود آمریکا اینا رو اومد بسیج کرد خب ما اگه این شعور و این دید و این دغدغه رو داشتیم همونطور که اینا 20 سال رسانه علیه ایران را انداختن خب آقا مخالفین اینا رو شناسایی میکرد جمهوری اسلامی میرفت بهشون پیشنهاد میداد آقا بیا ایران بیا در تهران به خاله هر کدوم اینا تهران رو بیان ببینن شاید الان دید منفی وقتی تهران رو میان میبینن برمیگردن میگن می آقا اصلا کل اروپا دهات ایران ببین چه تهران چی بود یه دونه ساختمون برای اینا کمکشون میکرد اینا یه تلویزیون برای اینا دونه دونه راه مینداخت اینا رو بزنن علی این دیکتاتوری دموکراتیک در مورد این ترور دموکراتیک واقعا یک ترور شیمیایی است به یک دیکتاتوری در چارچوب شیمیایی است بحث دموکراتیکی که این کشور رو دارن و این بچه ها رو اینجوری اذیت کردن و جالبه اینا میگن آقا تمام انتخابات سوء تقلبه ما هم که انداختن زندان پدرم میدارن قبول نداری این دیگه بچه های سوید هم. و متاسفانه این گروه بسته شد و ده ها گروه دیگر در کشورهای اروپایی قلقم دارن میشن به خاک و خون دموکراتیک دارن کشیده میشن و جلوی سخن گفتن اینها رو میگیرن تازه اینا جز جریاناتی بودن که یک کلمه ببینید حتی میخوام بگم اینقدر آسانه تحمل ندارن کشورهای اروپایی به خود دموکرات ترین کشورهایی بمانند حتی سوئد این بچه های یک کلمه یک کلمه خدا شاهده در مورد جنگ جهانی دوم و غیره سخنی خلاف اون گفتمان و رو روایت رسمی اروپا نگفته بودن گروهایی که اصلا هیچی اونا که اصلا میان در مورد مسائل جنگ جانی دوم روایت های رسمی اروپا رو مثلا یک جورایی نقض میکنن یا رد میکنن یا در اون چارچوب حرکت نمیکنن که اینا که شدید به خاک خون دموکراتیک کشیده میشن واجه سازی رو حال میکنید خاک خون کشیده شدن دموکراتیک ما اینجا فقط واژه اختراع میکنیم واجه سیاسی چرا ما اینا اختراع میکنیم چون انقدر فعالین سیاسی ما خائن هستن در بیرون از این گفتمان ها انقدر تبلیغات میکنن دیگه نیازی نبوده این واژه ها مثلا اخترا بشه ولی چون ما این دیدگاه ژرف رو داریم میریم جلو جمعه اصلا واژه ها میشه این بچه ها حتی در مورد جنگ جهانی یک کلمه حرف نزده بودن فقط حرف اصل حرفشون چون بیشتر فعالیتشون علیه تبلیغ جنسگرایی بود حتی نگفتن جنسگرایی بده حتی نگفتن هم جنس نمیتونه زندگی کنه حتی نگفتن هم جنس نمیتونه کار داشته باشه گفتن آقا هم تو رخت خوابش به خودش مربوطه چی کار میکنه به خودش مربوطه در بیرون از رخت خوابش به کسی مربوط نیست همونطور که ایشون در بیرون از رخت خوابش به کسی مربوط نیست که مخالف باشه بگه چرا هم جنس گری به کسی هم مربوط نیستش که اینا تبلیغ میکنه اگر شما میگید آقا من جنس به کسی مربوط نیست دمت کرد ریختن تو خیابون تبلیغ کردنه دیگه چیه آقا مربوط نیست به ما به ما چه ربطی داره تا جنس کرایی به من چه چرا من باید شاهد این باشم که در خیابان اروپا شماها یک کارنوال را میندازید از کجا تا کجا لخت مادرزاد بعضیاتون از همدیگه لب دارید میگید فلان میکنی تبلیغ میکنی. گرفتی تشویق میکنی خاک بر سرت کنم احمد باتی این احمد باطبی عکس گذاشته بود دو تا بچه طفل معصوم خودش گذاشته بود که آقا اگه شما دو پسر عزیز هم, هم باشید من بهتون افتخار میکنم خاک بر کنم بچه رو ذهنش شستشون میده خب اینا حرفش اینه آقا تبلیغ نکنید به خاک و خون دموکراتیک کشیدن این بچه ها رو کجای کارید خب اینها بعد شناسایی میشدن و اگه سیاست های درست ایران در کار بگیره در آینده همون بلایی که سر ایران دارن صد سال با پدیده رسانه در میارن همون سلاحشونو رو ببینید شما آرکیو 170 فرستادن برای ایران دقت کنید چی میگم اینا سخنانی سراح بردی و جرف نگاه نکنید دشمنان ایران در چارچوب فتوشاپ کار میکنن ما اینجا داریم تولید فکر میکنیم ما اینجا اندیشه سازی میکنیم اونایی هم که با ما مخالفن کیان مثل این فرفر توی در درون گفتمانی مثل این فرفری لندن هر شش ماه یه بار میاد دو تا توییت میزنه بالا میشه دو تا حمله میکنه به ملی گرایی و این گفتمانی که ما بعد از هخامنشیان رسیدیم به دریای مدیترانه میره کوش ما هستیم اینجا داریم تولید اندیشه میکنیم فهمیده چی شد در تولید اندیشه وقتی که آرکیو 170 فرستادن ما رو تهدید کنه چیکار کردیم آرکیو 170 نشاندیم مهندسی معکوس کردیم و الان سلاحی است در دست ماست پدیده رسانه از جهان غرب اومد علیه جهان شرق پدر ما هم تا به امروز رسانه درآورده امروز ما در جنگ رسانه ای در ابعاد بسیار گسترده در صد سال گذشته شکست خوردیم حالا باید هوشمند باشیم این پدیده رسانه را ازشون بگیریم مهندسی معکوس بکنیم و علیه خودشون کار ببریم علیه خودشون چجوری مگه اینا مخالفین ایران رو نمیان چه در دوران شاه چه در دوران رضا شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی مخالفین حالا در دوران شاه مخالفین ایران آقای خمینی بود مگه این همه کمک به خمینی نکردن در دوران بعد از شاه مخالفین ایران رضا پهلوی بود مگه این همه کمک به رضا پهلوی نکردن دقت کنید من بحثم از دریچه منافع ملیه وارد دعوای لاف ملایی نمیشم آم. ما اینجا باید در منافع ملی رو فقط در نظر وارد دعواهای لاف ملایی نشید امروز ما با شناسایی نوردیسک اوندوم ها با شناسایی خیلی از این جریانات سیاسی مخالف دولت هاشون که کم هم نیستن کم نیستن خیلی جریانات هست ولی مورد سرکوب وحشتناک دموکراتیک قرار میگیرن سرکوبی که در حکومت های دموکراتیک قرار میگیرن والا اون سرکوبی که در حکومت های دیکتاتوری مانند حالا جمهوری اسلامی بگیم یا رضا شاه بگیم یا محمد رضا شاه بگیم بگیم اینا همشون دیکتاتوری بودن بالاخره اینا در این حکومت های دیکتاتوری جوری سرکوب میکنن بالاخره دیدیم که گروه مخالفشون سر در آوردن الان در زمان شاه اینقدر گروه مخالف داشتیم و می و تظاهرات میکنن در دوران جمهوری اسلامی هم بالاخره گروه های مخالف دارن یه جولانی میدن دیگه نمیگن نمیدن ولی در این حکومت دموکراتیک این بیچاره اصلا تو نطفه خفه میشن تو داده اینا گروه خیلی قوی بودن ده سال مقاومت کردن با شناسایی اینا و اختیار در اختیار قرار دادن امکانات و رسانه در دستان اینا اون وقت بهشون میگیم که 100 سال یمن ماستتون چقدر کره داشته 100 سال پدیده رسانه ای که علی ما به کاری حالا نوش جون کنین ما یاد گرفتیم با مهندسی معکوس علی خود. جمهوری اسلامی یه جای خریت میکنه میگه آقا پارازیت بندازین آقا فیلتر کنیم فیلتر کردن جمهوری اسلامی بزرگترین حماقتشه چون گردش آزاد اطلاعات باعث میشه خیلی یا بیشتر در جبهه گفتمان اقتدارگرایی قرار بگیرن هی hey, با فیلتر هی hey, با پارازیت میخواد مقابله کنه با این پد آقا عین آرکیو سر هفتاد بنشونش مهندسی معکوس کن قرمتون برم زنده باشید همتون به از ایران میسپرم و امیدواریم تمام آزادی خواهان جهان تمام کسانی که به دنبال سعادت بشریت هستن همواره در سرتاسر دنیا مورد حمایت ما قرار گیرم ما یک کشور متمدن هستیم ما یک تمدن اصلی هستیم ما یک امپراتوری هستیم بایستی افراد مظلومی چون این بچه های نوردیکس اون دو مظلومان اروپایی مظلومان آمریکایی اینا که به خاک و خون دموکراتیک دارن کشیده میشن مورد حمایت این آزادگی ایران قرار بگیرن باری این برنامه رو می‌بندم و البته لازم جمهوری اسلامی خیلی دگرگون بشه خیلی مسائل عوض بکنیم و در شرایطی که مردم خودمون راضی نگه داشتیم یواش یواش بریم به این مظلومان اروپایی رسیدگی کنیم مظلومانی که در نروژ در فعلان شما بچههایی که دیدی جلیقه زردای فرانسه که اونها چه جوری به خاک خون دموکراتیک کشیده شدن چقدر کشته دادن دولت مکرون تک تیرانداز بود روی بالای ساختمان های شانزدیزه و دیدید این بچه ها را چجوری به خاک و خون کشیدن و این پیام ما باید باشه و اینا که آقا جان اگر در این کشورهای خودتون مورد سرکوب شدید قرار میگیرید جایی هست که ازتون حمایت کنه امیدوارم به این سمت بریم دیگه من ببین سر نخو دادم دیگه قرومتون برم پاینده ایران